سلام دوستان عزیز، به کانال آشپزی نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه ژله بستنی که مخصوص سورپرایز ها و مناسبت ها هستش. برای این ژله بستنی نیاز داریم به 3 لیوان آب جوش، 1 لیوان بستنی که به دمای محیط رسیده، 2 بسته پودر ژله قرمز رنگ که میتونه با طعم انار، توت فرنگی، آلبالو یا طعمای دیگه باشه، 1 بسته پودر ژله آلوورا و قالب قلبی که اندازه‌اش بستگی به سلیقه خودتون داره، 2 بسته پودر ژله قرمز داشتیم که 1.5 بسته اون رو داخل ظرف بریزیم، نصف بستش میمونه همراه با 2 لیوان آب جوش مخلوط میکنیم. روی بخار کتری به روش بنماری تمام ذرات ژله رو سعی میکنیم که مخلوط بشه با آب و رنگ ژلمون شفاف بشه. بعد از اینکه ذرات ژله کامل حل شدن، میام یک ظرف مسطح انتخاب میکنیم، کفش رو چرب میکنیم و ژله رو داخل ظرف میریزیم و حدود 5-6 ساعت میذاریم داخل یخچال بمونه تا کامل خودش رو بگیره. بعد از چند ساعت که ژله قرمز رنگ کامل خودش رو گرفت، میایم از قالب قلبی استفاده میکنیم. قالب قلبی رو داخل آب میزنیم و قالب میزنیم ژله رو. بعد از اینکه قالب زدیم، قلبا رو دونه دونه خارج میکنیم از داخل ژله. ژله های قلبی قالب زده شده آماده است، میذاریم داخل یخچال. یک بسته پودر ژله آلوورا داشتیم، یک بسته پودر ژله آلوورا رو داخل ظرف بریزیم، نصف بسته پودر ژله قرمز مونده بود، اون رو هم بهش اضافه میکنیم. با 1 لیوان آب جوش مخلوط میکنیم. و سعی میکنیم روی بخار کتری تمام ذرات ژله رو حل بکنیم. روی بخار کتری ذرات ژله رو کامل حل میکنیم داخل آب جوش.
یک ذره نباید باقی بمونه و رنگ ژله باید کامل شفاف بشه. بعد از اینکه رنگ ژله شفاف شد، یه لیوان بستنی رو که داشتیم بهش اضافه میکنیم. خوب مخلوط میکنیم و اجازه میدیم که کامل سرد بشه ژله. تو اما همه جا ابری و غم گرفت، ابر آسمون یه قطره بارونم نداره. تو اگه باشی مرحله بعد میام ظرفی رو که میخوایم ژله رو توش درست بکنیم رو با کمی روغن چربش میکنیم، به خاطر اینکه راحت تر ژله ازش خارج بشه. چرب که کردیم میایم قلبایی رو که قبلا آماده کرده بودیم دونه دونه میچینیم روی هم دیگه. به این شکل. چند تا دونه که چیدیم میایم ژله رو که آماده کردیم داخل ظرف میریزیم. ژله باید کامل خنک باشه وگرنه قلبا رو ذوب میکنه. میذاریم داخل یخچال خودش گرفت، دوباره ادامه، دوباره قلبا رو میذاریم تا همینجور به ترتیب تا بالا ادامه میدیم تا کامل ظرفمون پر بشه. یه مقدار که ژله خودش رو گره دوباره روش قلب میذاریم و ژله رو میریزیم، چون اگه ژله کامل سفت بشه موقعی که ژله رو برمیگردیم اون قسمت ها از هم دیگه جدا میشن. بعد از اینکه 5-6 ساعت داخل یخچال مون و ژله کامل گرفت، چون ظرفمون پیرت بود ژله رو از یخچال خارج میکنیم، چند دقیقه توی دمای آشپزخونه نگه میداریم. بعد از اون 20 ثانیه داخل آب داغ میذاریم و ژله رو برمیگردونیم. ژله بستنی قلبی سورپرایز ما آماده شد. من اون رو برش زدم. امیدوارم شما هم این ژله خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و با تو من بهارم، بی تو شور زارم، وقتی هستی خوبم.